در خدمت وحید جلیلوند، کارگردان فیلم بدون تاریخ بدون امضا هستیم. وحید جان، الان که با هم صحبت میکنیم تقریبا یک سال 9 ماه از اکران فیلم و جایزه جشنواره ونیز میگذره. در آستانه اکران فیلم در استرالیا و امریکا هستیم که این گفتگو رو انجام میدیم و در این مدت حتما خیلی فاصله گرفتید. شما از این هفته گذشته فیلم در جشنواره فیلم سیدنی اولین اکرانش بود که استقبال خیلی خوبی از فیلم شد و دوست دارم در این مدتی که گذشته از تاریخی که در حقیقت شما فیلم تولید کردید و اتفاقاتی که از اون افتاده بپرسم که دیدگاه خودتون در مورد فیلم الان چیه به نسبت به اون موقع؟ حقیقتش اسم کنم که رسوب بیشتری کرده، یعنی نشست بیشتری کرده. یه فیلم چنانچه که بعد از مرحله تولیدش یا بعد از مرحله اکرانش واقعا در خود سینما تموم بشه، خب به اعتقاد من فیلم خیلی موفقی نیست. ولی اگر بتونه، امیدوارم که اینطور باشه، اگر بتونه نشست بکنه در مخاطب، رسوب بکنه موضوعش، مضمونش، حرفش، لحظه هاش، چنانچه بتونه رسوب بکنه و یک جایی یک اثری توی تو و توی در حقیقت نحوه ارتباطاتت، ایدئولوژی، جهان بینید اینها بذاره، اون وقت اون فیلمی مقدر فیلم قابل تحملی میشه. و حس میکنم بعد از اینکه از فیلم میگذره تو دیگه مخاطب فیلم میشه. وقتی که فیلم ساختی تموم شد تا بتونم یه مخاطبی که فیلم توی نگاه میکنه چقدر موسا همچنان با من زنده است، چقدر در کنش من تأثیر میذاره، چقدر در ارتباطاتم تأثیر میذاره، چجوری جهان رو میبینم بعد از اینکه کاوه رو دیدم یا بعد از اینکه موسا رو دیدم و بعد از اینکه این فیلم از من گذشت. در حقیقت حس میکنم در مورد بدون تاریخ بدون امضا من به عنوان مخاطب لااقل باهاش این حالو داشتم. یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد و اون اتفاق خیلی حالم خوب کرد، خیلی زیاد. یکی دو تا کانال دیدم توی تلگرام اینها به نام چهارشنبه 19 اردیبهشت، نه به عنوان مثلا کانال هواداران یا چیزی شبیه به این، کانالایی بودن که تبدیل شده بودن به یک خیریه مجازی. یعنی از یک خانواده احتمالا شروع شده بود، از چند تا رفیق شروع شده بود و بعد هی به تعداد اینا اضافه شده بود. کسایی که فیلم رو دیده بودن یه همچین تصمیم گرفته بودن که یه خیریه‌ای به نام چهارشنبه 19 اردیبهشت بسازن. خیلی حالم بود، خیلی زیاد. اسم کنم که اون موقع بودش تازه فیلم شد، پیش از این فیلم نشده بود، فقط رو پرده بود. اتفاقات مشابهی سر بدون تاریخ بدون امضا افتاد، حالا نه به این شکل و شمایل، چرا که شاید بدون تاریخ بدون امضا این مقداری فردی تر بود، فلسفهش فلسفه شب شخصی تری بود، مبتنی بر مسئولیت های فردی آدم ها بود و از این دست اتفاقات مشابه. ولی خب دیگه توی آدم های جدا از هم به گوشم رسید و به گاهی دیدم حس میکنم اینم این اون زمان شد. بگنه مواقعش که فیلمه، یه رفیقی من داشتم بسیار بسیار محترم و بسیار دوست داشتنی، روزی که داشتم میرفتم، روز اولی که داشتم میرفتم سر فیلم چهارشنبه، به من زنگ زد. روز اول کلید زنگ زد که وحید، هیچ میدونی که الان این تعداد دوربین در تمام دنیا مشغوله و در فیلم برداری میکنه؟ یا حتی یادم یه عددی داد، شاید عدد دقیقی بود و با ریفرنس بود. گفتم نه نمیدونستم. گوهر هم فهم خواستم بهت بگم این تعداد دوربین مشغول چرخی داره، کاری نداری، خداحافظ. خیلی پیغام مهمی بود، خیلی پیغام مهمی بود. این هم فیلم
سال هاست داره هر جای دنیا ساخته میشه. چنانچه قرار نیستش که یه آدمی رو از یه ای به یه بی برسونه هر جایی که هست و نگاه کجاست. قرار نیستش که در زاویه نگاه کسی تأثیر مختصری بذاره. اصلا چرا داره ساخته میشه؟ این همه هزینه، فیلمسازی تو ایران خیلی گرونه. این همه هزینه، این همه وقت، این همه هرس خوردن، این همه ریش سفید کردن که چی بشه؟ که چه اتفاقی؟ فکر میکنم که این دوتا فیلم اتفاقاش افتاد. آره خدا این اتفاق افتاد. پس برای شما مهمه که فیلم حرفی برای گفتن داشته باشه اگه ساخته میشه؟ یه حالا نه اینکه حالا بگیم رسالتی داره، ولی برای خود شما یه چیزی توی ذهنتون هست یا اصلا بریم در مورد بدون تاریخ به طور مشخص از کجا این داستانی و چرا این رو بدون تاریخ رو گفتی و حرفی که میخوای بزنید باشه؟ خب اینقدر این سالها یه سری کلمات رو برخی بعضی جای نامربوط استفاده کردن که آدم دیگه نمیتونه بعضی از واژه‌ها رو بگه، مثل مثلا کلمه رسالت، رسالت هنرمند. اینقدر بیجا و در حیطه اختیارات یک گروه مزور گفته شده که ترجیح میدم از این کلمه استفاده نکنم، ولی به جاش از کلمه‌ای که ارسطو استفاده میکرد استفاده کنم. ارسطو به هر اثر هنری چهار علت رو مترتب میدونه. یه سه علت اول الان کاری نداره، موضوع بحثمون نیستش. علت چهارمش و مهمترین علتش علت غاییه. علت غایی به زبان خودمون میشه که چی؟ بر هر اثر هنری. یه اثر هنری خلق شد که چی؟ درام خلق کردی که چی؟ علت غاییش چیست؟ من مخالف سینما انترتینمنت نیستم. شاید که سینما پیش از این که بخواد، لااقل در زمان معاصر در دوره ما، پیش از این که بخواد حرفی بزنه اول اصلا باید سرگرم کننده باشه و اصلا من مخالفتی باش ندارم، ولی از پس این سرگرم کنندگی، از پس این داستانگویی، از پس این قصه مندی که چی؟ این پاسخ سال اول. و در مورد این که خود بدون تاریخ چجوری به وجود اومد و چی میخواست بگی یه سر شاید مفصل بشه. بدون تاریخ رو من و علی زرنگار زمان داشتیم شروع کردیم بنوشتن، هیچ قصه ای نداشت واقعا، هیچ. بعد فقط من به علی یادم گفتم که من نمیدونم چرا مثل همش دارم هوش فضای قبرستان نمیدونم چرا. تصمیم گرفتیم رفتیم یه تقریبا فکر میکنم سه هفته علی میگشت تو بیمارستان ها، علی زرنگار میگشت توی بیمارستان ها و من میرفتم هر روز صبح میرفتم سمت بهشهر، سمت قبرستان تهران، بدون هیچ ایده‌ای و بدون هیچ، فقط میگشتم، فقط تاچ میکردم در حقیقت و میدیدم. بعد که برگشتیم هم هیچ قصه‌ای باز نداشتیم، ولی یک جاییمون زخم شد. یک جایی از روحمون زخمی شده بود، انگار جراحت پیدا کرد. بدون تاریخ خروجی اون جراحته و مجموع خیلی چیز هاست که مشخصا بگم آیا من مابعضای بیرونی ازش دیدم؟ نه، مابعضای بیرونی این قصه وجود نداشت، ولی جراحت ها کار خودشون کرده بودن. چی میخواست بگه؟ دنیا داره به سمت یک دیوانخانه بزرگ پیش میره با سرعت هرچ تمام تا ربطی به اینجا نداره، همه جایی بایی داره به سمتی میره که انگار که ما اصلا خبر نداریم که اون بر داریم همه میفتیم پایین. این بوفالو ها دیدی؟ میدوان اینا اینقدر گرد و خاک، وقتی میترسن الان خوصم و گرد و خاک بلند میشه جلوشون نمیبینه و کفایت میکنه که یکی به جلوشون دره باشه، یکشون میفته پایین، بقیه هم روی سرش میفتن چون پیش روشون رو نمیبینن، پر از گرد و خاک، پر از فاگه. گاهی وقتا یک سوم از یک دسته بوفالو ها میریزه پایین و نابود میشه. من حس میکنم جهان داره با همچین سرعتی میره به سمت پرتگاهی که نام پرتگاه چیه.
توی یک همچین جهانی تو راه خودتو برو. فکر میکنم مهمترین چیزی که بدون تاریخ میخواست بگه اگر به عنوان تم یک جمله‌ای در نظر بگیریم، در مورد تم مناقشه زیاده که یک کلمه ایست آیا تک جمله است یا هر چیزی شبیه بگیریم. اگر تک کلمه ایش رو بخوام بگم، به شدت روی شرافت آدمی تأکید میکنه، و اگر بخوام در قالب یک جمله بگمش، این که تو کار نداشته باش جهان در کجا میره، کار نداشته باش که امروز به چه کسانی میگن عاقل، تو کار خودتو، به قول آدلر، تو هنجار شخصی خودت رو داشته باش. این تم به نظر میاد که برای خود شما توی زندگی شخصی، حالا با توجه به شناختی که ازتون دارم و همینطور فیلم اولتون، این تم پیدا کردن راه، تصمیم درست گرفتن توی اون شرایط و اون قضاوتی که آدم ها میتونن در اون لحظه بکنن، سفید و سیاهی، خیلی براتون فکر میکنن که مهم باشه توی فیلم ها. ببینه، من یادم نیست کجا بود و در چه گفتگویی بود، یه نفری من پرسید که شما خودت کاوه‌ای، در حقیقت رو محوری یا اون کاراکتر کنشمندی که من دارم در مورد اون تم جوست با تفکرات اون کاراکتر دارم حرف میزنم، پرسید تو خودت کاوه‌ای؟ گفتم نه. گاهی وقتا احساس تزویر میکنم، احساس میکنم دروغگوم، که در اثرم دارم یه چیزی میگم ولی خودم توان انجامشو ندارم. من میدونم که کاوه باشم ولی کاوه نیستم. یه جور دروغ بزرگی اگر بگم که من میتونم در زندگی بشم یک کاوه باشم. دوست دارم باشم. و این تلخی که حالا تو این دو فیلم هست، این چیزیه که حالا بر حسب اتفاق در این دو فیلم ایجاد شد، این سنگینی که تم این دو فیلم داره، یا اینکه این مدل فیلم، این مدل درام رو بیشتر دوست داری فکر می‌کنی کارهای بعدی هم در همین مسیر هست، یا ممکنه که این دو نمیشه؟ می‌دونم از کوزه همون برون تراوت که در اوست، احتمالاً این تصویر تلخ در من وجود داره. من تصمیم شاید ندارم که خیلی تلخ باشم، اگرچه درام دارک رو دوست دارم، ولی خیلی تلاش نمی کنم که دارک بنویسم یا دارک بسازم، ولی احتمالا یک جای درون من درون دارکیه، درون تلخیه، و این ناخودآگاه بیمیزه، خیلی بهش فکر نکردم. فکر میکنم یک تعدادی از فیلم هایی که میدونم دوست دارید و مورد علاقتون هستن، فیلم های اتفاقا خیلی انترتینینگ و حتی ممکنه یک کمدی تلخی هم توشون توشون باشه. مثلا سینما ابزور خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی خط کشی شده نگاه نمی کنم، لزوماً مثلا سینما دارک دوست دارم، نه اینطور نیست، خیلی فیلم های دیگر رو میبینم دوست دارم بابا، ولی این احتمالاً بخشش درونمه، بخشش خروجی مشاهدمه، خروجی بگم آنچه که از مطالعه تو، مشاهده تو، جهان پیرامون بر تو عارض شده و تو رو دردمندت کرده یا به تو زخم زده. خب به هر حال ژانری که ما داریم رو در موردش در این دو فیلم به خصوص صحبت میکنیم، ژانر سینمای اجتماعی که در ایران یکی از موفق ترین ژانرهای سینمامون هست، که خیلی هم در طول سالیان بهش توجه شده، جایزه گرفته، و الان میبینیم که حالا حداقل از اون طرف جشنواره ها یا حتی در داخل ایران میبینیم که دارن سعی میکنن که یه ژانرهای متفاوتی رو از ایران سعی کنن که بهش پر و بال بدن، فرضاً فیلم هایی که ممکن یه ذره تم کمیک داشته باشن که کمتر دیدیم توی سینمای ایران، یا فرضاً اگه ساینس فیکشن باشن.
و میبینیم که به اون سمت داره یواش یواش میره که ژانر اجتماعی شاید خسته شدن ازش بیرون، هم بیرون از ایران فستیوال ها، هم داخل ایران شاید مردم، هرچند که استقبال به نسبت خوبی با توجه به اینکه یک درام بود در داخل ایران وقتی اکران شد بدون تاریخ استقبال خوبی ازش شد درگیشه. نظر شما در مورد این چیه؟ در مورد این سینمای اجتماعی ایران و فکر میکنید که آیا احتیاج به تغییری هست توی این روند سینمایی؟ سنتی نشده کار میکنه، کاملا مشخصه. بر اساس داده ها ما عمدتا فیلم میسازیم، فارغ از بحث لو باجت بودن فیلم های اجتماعی که اصلا تو حوزه تخصص من نیست و من چیزی در موردش نمیدونم، ولی اساسا چرا سینمای اجتماعی ایران موفقه؟ به خاطر اینکه خروجی هم درمندی هاست، یعنی خروجی آدم هاییست که به نوعی میخوان دیالوگ کنن یا با جامعه یا با در حقیقت دستگاه قدرت یا با دیگران میخوان دیالوگ کنن و هیچ زبان دیگری رو پیدا نمی کنن به غیر از زبان سینما. شاید به این علته که سینمای اجتماعی ما رشد بیشتری کرده به نسبت سایر ژانرهای سینمایی، ولی صنعت نشدیم ما که بخوایم حالا بگیم خب تفکیک ژانرهامون چیه، امروز سراغ چه چیزی بریم، کجا بریم. همچنان سینما برای ما در حقیقت هنر نزدیک به زندگیه، همچنان برای ما قصه قصه‌هامونه، همچنان برای ما قصه دردمندی‌هامونه، همچنان برای ما قصه حرفاییست که تلمبار شده درمون. به همین خاطر مثلا سینمای ایران رو با سینمای امریکا رو خیلی جالبه قیاس کردن غلطه، به خاطر اینکه اونها به یک صنعتی به نام سینما رسیدن و ما به این صنعت نرسیدیم. اگرچه سینمای ایران سینمای شاخصیه در کل دنیا، ولی نه از بعد صنعتی خودش. ما صنعت نشدیم، ما همچنان با سینما داریم حرفا میزنیم و زبان دیگه ای نداریم. زندگی واقعی ما، زندگی واقعی ما. به همین خاطر آره در سینما ما به شدت فیلم های رئالیستی، فیلم های ناتورالیستی، فیلم هایی که نزدیکن به هنر زندگی در حقیقت برون ریز دارن، دیده میشن. در مورد خود حالا این فیلم به خصوص و اینکه شباهت کار شما با آقای فرهادی که من باش موافق نیستم خودم به شخصه، خیلی شاید حالا من بیرون از ایران با مدیرای جشنواره مختلف صحبت میکنم، این رو در ادامه همون روند شاید اشتباه به نظر من در نظر میگیرم. حالا شاید یه سری مشخص ها رو از بیرون نگاه بکنیم ممکنه شبیه هم باشن، اون حالا پازلی که ممکنه باشه، اون قضاوتی که کرکتر میخواد انجام بده یا نده، سیاه و سفیدی که هست اونجا شاید یه سری تمای مشابه باشه، ولی خب پلات کاملا نظر من متفاوته. حالا من این توضیح رو شاید بزنم، خود شما ببین در این مورد نظر خود شما چیه؟ حقیقتش با تمام احترام که برای فرهادی قائلم و سینماش دوست دارم و به نظرم هنرمند بسیار بسیار درجه یکیه و ساییه و تلاش کرده و فوق‌العاده است، ولی اجازه میکنم که به برخی از مخاطبینی که ممکنه یک همچین شایبه‌ای در ذهنشون باشه یک جمله معترضه بگن، به اون است که درام با آقای فرهادی وجود نیومده. درام به معنای دوراهی از 350 سال قبل از میلاد مسیح با ارسطو به وجود اومده. چرا سقف سینمایی که دیدید و سقف درامی که میشناسید آقای فرهادیه که حالا هر اثری که میاد بخواید باهاش متر کنید ببینید این شبیه کار آقای فرهادی هست یا نیست؟ آقای فرهادی آثارش و سینماش مبتنی بر دوراهی هاست و تراژدی به معنای همون دوراهی ها از ارسطو میاد و همه کسانی که درام ارسطویی رو دوست دارن، تراژدی ارسطویی رو دوست دارن، طبیعتا با این دوراهی ها سر و کار دارن، سراغ این دوراهی ها میرن. دوراهی مهم بین در حقیقت بقا و اصالت، معاش و حقیقت، ایمان یا عشق و هاکذا. این دورایی ها هستند که درام ارسطو می سازند. آقای فرهادی
از این نوع درام استفاده میکنه. منم این رو دوست دارم. ده ها هزار نفر دیگه هم ممکنه که در حوزه نمایش یا در حوزه سینما سراغ این دوراهی ها برن. مبدعش حقیقتش ارسطو بوده. این یک. دو، بعضی از در حقیقت عناصر در یک فیلم مقتضیات ژانره. من شنیدم که مثلا یک کسی میگفتش که آه در سینمای آقای فرهادی در یک فیلمی یک سکانسی داره که یک جرمی بازسازی میشه، شما اونجا یک جرمی بازسازی میکنید. خب این مقتضیات ژانره. هر قتل مشکوکی، هر جرم مشکوکی، هر صحنه مشکوکی توسط دادگاه برای بازسازی صحنه جرم میره، ولی خب به لحاظ ساختاری هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. بعضی از چیزها مقتضیات ژانره، هیچ دخلی نداره. در مورد درام هم که اساس درام هم که حقیقتش از ارسطو میاد. خوبم من چه کنم که مثلا بعضی از مخاطبین ما بیش از کارهای آقای فرهادی چیزی ندیدن؟ ولی فکر میکنید این به هر حال ناخودآگاه فیلمساز یه مسیری داره میره و نمیتونه به ورطه تکرار بیفته. همین الان من فکر میکنم حتی آقای فرهادی هم داره سعی میکنه از اون فضا بره بیرون، ولی شاید برای خود آقای فرهادی هم مشکل به خاطر اینکه با اون شکل درام زندگی کرده، اون شکل درام رو دوست داره برای خودش دائم. یعنی ببین مثلا فرض کنیم منم اون شکل از درام رو دوست دارم که ارسطو میگه درام دوراهی یا تراژدی دوراهی. من هر کسی رو در یک موقعیتی میبینم، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینیست که چجوری این از پس این دوراهی زندگیش برمید. اصلا اینا برام جذاب میشه، احتمالا برای فرادی ممکنه همین باشه یا برای دیگرانی که این سیاه از درام رو دوست دارم. اون چیزی که اهمیت داره اینیست که ما چه ساختاری برای درام رو انتخاب میکنیم، چه فرمی داریم، چجوری نگاه میکنیم، به تعبیر شما حالا پلاتش، پیرنگش چه تفاوتهایی با هم دیگه داره، با آثار قبلی خودمون یا با آثار دیگران. من یادم میاد زمان آقای کیارستمی، خدا رحمتش بکنه، اون زمان هم یه همچین اتفاقی افتاده بود. ببین امر موفقیت تأثیر گذاره و تأثیر پذیره. آقای کیارستمی زمانی که موفق شد، یادم یه عده‌ای در ایران پیش از در حقیقت موفقیت آقای کیارستمی، قبل از طعم گیلاس در حقیقت، اصلا سینما ایشون دوست نداشت، حتی که میکردن، حرفای زشت میزدن، حرفای رکیک میزدن. بعد از این که در حقیقت موفقیت آقای کیارستمی کسب شد، حالا شروع کردن دیگه اون یک ساحتی گرفت، یک جایگاهی گرفتش که نمیشد هی بهش فوش داد. بعد حالا شروع کردن هی دوباره نگاه کردن که چه کسی از اون خصوصیات استفاده میکنه، در صورت که جنس سینمای آقای کیارستمی رو پیش از آقای کیارستمی انجام دادن، بعد از آقای کیارستمی هم انجام دادن. ولی به دلیل اینکه ما یکی نفر، یک شخص، نه خود فیلم، نه خود اثر، نه ساختار درام، به خاطر اینکه اینا رو هیچ کدوم نمیشناسیم، عمدتا یک شخص رو با آثارش تبدیلش میکنیم به متر، پیشترش میزنیمش، وقتی موفق شد تبدیلش میکنیم به متر. حالا هر کس که کاری رو ساخت میبینیم با آقای کیارستمی چه رفتی پیدا میکنه. در اصل خیلی آثار بعد و قبل از آقای کیارستمی ساخته شد که اساسا هیچ رفتی به آثار آقای کیارستمی نداره. شکل بیانش یا شکل سینما شباهت هایی با هم دیگه. اگه اینجوریه خب شما هانکه میگه من آقای کیارستمی خیلی دوست دارم، آثارش هم خیلی دوست دارم، شما از فردا اولین کاری که با هانکه میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، آقای هانکه چرا این فیلمت شبیه آقای کیارستمی؟ میخندن به من به خدا همینجوری میگه چه ارتباطی داری با هم؟ در صورتی خودش از این تأثیر پذیری در صحبت میکنه به حرف میزه. ولی فکر میکنید که خب چرا ما این رو فرضاً توی سینمای فیلمای خارجی نمیتونیم انقدر ببینیم؟ حالا الان شاید کم الا ماشاءالله میتونیم ببینیم، الا ماشاءالله میتونیم ببینیم. شما در مورد مثلا سینمای معمایی، سینمای تریلر چند تا اثر مشابه میبینید؟
خاصیت سینمای معمایی اونه، خاصیت سینمای تریلر اونه، خاصیت سینمای اجتماعی درسته. وقتی یه چیزی ژانر میشه مثلا تعریف های یه سری مشخصات ژانر داره که همون مقتضیات ژانر، ولی خب نمیتونیم بگیم، شاید به خاطر اینکه حالا زبان ما مشترک با فرهادی با کیارستمی، ناخودآگاه مخاطب میره رو اولین چیزی که میشناسه بیشتر از همه که آقای کیارستمی فرهادی میره چسبونه به اون، ولی به هر حال باعث میشه که سینمای ما اونور ضربه بخوره از اینی که این فرزند این دو بوت رو داره، آقای فرهادی و آقای کیارستمی، و همه چی رو بخواد باش مقایسه کنه و فیلم سازه جوان که میان به هر حال مجبورن که از این خودشون رو جدا بکنن، یه جور دیگه ای فیلم بسازن، یه مدل دیگه ای داستانشون رو بگن که اون در حقیقت که الان شاید شده باشه انگ که شبیه فلانی میسازی، از اون بتونن فاصله بگیرن. ببین آرمین، متاسفانه باید بگم ما شغل دوم بسیارمون تنگ نظری است، متاسف. به همین خاطر تو ممکنه که این رو یه جای دیگری در دنیا کمتر ببینی، ولی در ایران بیشتر ببینی، متاسف. و اونم نیست که با سنسمون، عموماً با سنسمون نمیریم فیلم نگاه بکنیم، میریم که ببینیم که چه ایرادهایی داره، چه شباهتهایی به چه اثری داره، چه کاری رو ببینید چی داره. در صورتی که مثلا بعد از موفقیت‌های علی خان رو گونزالس میتوچ، تو چه تعداد فیلم دیدی با ساختار در حقیقت روایت غیر خطی؟ کلی دیدی، ولی این انگار رو نمیشنیدی. میدونی به یک دلیل موجه تری، به خاطر اینکه اصلا با علی خان رو شروع نشد. یه نفری اونجا کوبریک هم دیده بود که مثلا سال 56 رو باید غیر خطی داره میگه، میدونی چی داره میگه، ولی ما به دلیل که اینو ندیدیم شروع میکنیم اول تختهی کردن، اول مبارزه کردن با همون آدم هایی که امروز تبدیل به متر شدن، مثل آقای فرهادی، مثل آقای کیارستمی. اول شروع میکنیم به مبارزه کردن، وقتی جایگاهی ساحتی پیدا کردن که حالا دیگه باشون نمیشه مبارزه کرد، خودمون تبدیلشون میکنیم به متر و میگیم سینما یعنی این و هر چیز دیگری که من باید با اون قیاس بشه. به نظر من خروجی یک بیماری است به نام تنگ نظری. پس به طور کلی فکر میکنید که مسیری که حالا در حال حاضر فیلمسازای جوانتر ما دارن میرن، یا حالا فیلمسازای قدیمی که برای تکلیفشون روشنه، نوع فیلم هایی که غیر از سینمای بدنه که بتونید جایگاه بحث ما نیست، فکر میکنید مسیری که داریم میریم مسیریه که باید یکم تغییر کنه، یا اینکه نه فکر میکنید که همین مسیر رو باید یواشه باشد؟ من حقیقتش سیاست گذار نیستم که بگم که سینمای ما باید به چه سمتی بره. من میگم که آدم ها چنانچه که مسئله داشته باشن، مسئله شون رو به هر زبانی که بلدن و در هر قالبی که بلدن و در هر ژانری که میشناسن، حالا لااقل در حوزه سینما خواهند گفت، چه ما براشون یک مسیر جدید ترسیم بکنیم چه ترسیم نکنیم. به نظر من سینمای ما در پوست میندازه یا در پوست انداخته، و این سالای اخیر سینماگرهای جوان خیلی خوب درجه یک دیدیم که کارشون هم دارن میکنن. میدونید زمان چیز خوبیه، زمان مشخص میکنه که یک نفری کلاژ میکنه و کپی میکنه و صرفا از دستخط دیگران استفاده میکنه، خروجی دسترنج دیگران رو میگیره، یا نه در کار خودشون میکنه. من خوب یادم میاد زمانی که آقای فرهادی فیلم های اول و دوم و سومش رو ساخت و حرفای رکیکی که بهش میزدن اون خاطرم هست. برخی از منتقدان داخل خودم کاملا خاطرم هست. میدونی انگار که بی توجه به همه این حرف ها آقای فرهادی فقط کارش کرد، فقط و فقط کارش کرد. زمان مشخص شد که داره خروجی دسترنج خودش و خروجی استعداد خودش و خروجی نبوغ خودش و تلاش خودش رو روشن میشه، زمان اینو روشن میکنه. ولی اینکه
سینمای ما باید به چه سمتی بره؟ واقعا من خیلی بهش فکر نمی کنم. نه بهش فکر می کنم، نه مسئله‌مه. من یه فیلم سازم، ترجیح میدم که با کلمه سر و کار داشته باشم، ترجیح میدم با تصویر سر و کار داشته باشم، ادبیات بخونم، زندگیمو بکنم و چنانچه یه چیزی دارم پر شد به عنوان خروجی تعبیرش بدم. اینکه سینما باید کجا بره، کجا بوده، حالا باید چه کاری براش کرد، اصلا کار من نیست. من توصیه سینما هستم. چیزی که دوستم بپرسم اینه که توی هر دو فیلم شما از چهره‌های شناخته شده یا سوپر استار به قولی استفاده کردین. یه چیزی که خیلی شاید الان توی سینمای ما اذیت میکنه مردم اینه که یه سری چهره تکراری تو همه فیلم‌های دارن تکرار میشن، 10 نفر 20 نفر توی همه فیلم‌ها توی نقش‌های مختلف دارن استفاده میشن و بازیگر جدید خیلی کمن که وارد این عرصه میشن، یا بهشون فرصت داده نمیشه یا به هر حال هزینه‌های تولید هست همینا که یه ریسک بکنه یه بازیگر ناشناخته رو بردار بیده حتی از تئاتر. دوستان نظر شما رو در این مورد بدونم و اینکه فکر میکنید که برای بهتر شدن این چه کاری میشه کرد؟ من تو فیلم اولم 3 تا کاراکتر محوری داشتم، یکیشون کاملا ناشناخته است، سر احمد پور و مهمترین نقش فیلم. توی بدون تاریخ بدون امضام 4 تا کاراکتر محوری داشتم که باز یکیش کاملا ناشناخته است، زکی بهبهان. این بضاعت من بوده که یه فیلم با 3 تا کاراکتر محوری میخوام کار بکنم، اگر 3 تا بازیگر بالاخره با تجربه تر، سلبریتی یا سوپر استار یا هر عبارت دیگری داره استفاده میکنم، یک نفرم حتما از مشتاقان در حقیقت بازیگری و در این حال بچه های با استعداد که پشت این در موندن بیارم. تو فیلم دوم همینطور در بین 4 تاشون باز یکیشون کاملا ناشناخته است. این سهم من به عنوان یه فیلم ساز. قطعا نمیتونم هر 4 تاشون رو یا هر 3 تاشون رو ناآشنا بیارم، ولی قطعا هم دلم نمیخوادش که همشون صرفا سوپر استار باشن. سهم من به نظرم تو این 2 تا فیلم معرفی 2 تا بازیگر کاملا جدید بوده، 2 تا بازیگری که مطلقا هیچ کسی هیچ اسمی هیچ جایی ازشون نشنیده، اولی که کاملا نابازیگر بوده اولین کارش بوده سده. و دومی هم که زکی بهبهانی بازیگر تئاتر بوده، بازیگر تئاتر تهران هم نبود، بازیگر تئاتر شهرستان، و خب الحمدلله خوش درخشید. اگر هر فیلمسازی به اندازه سهم خودش، قطعا من نمیتونم جریان سینما رو عوض کنم، توی پاسخ سوال قبلی من گفت، به اندازه سهم خودم از این بچه های با استعدادی که حالا چه توی تئاتر وجود دارن چه خارج از حوزه تئاتر، بچه های با استعدادی که توانشو دارن استفاده بکنم، اون وقت این سینمای یواش یواش سینمای نوتری میشه، چهره های بهتری، چهره های جدیدتری میشه. متشکرم. سلام. مرسی از شما.